در همایش مدیران سازمان بنادر و دریانوردی هم بررسی شد عملکرد بنادر تجاری کشور، شاخص هایی که مد نظر بوده و درصد تحقق اون شاخص ها، و البته بحث و بررسی پیرامون برنامه های سال آتی و اهداف مهمی که پیش رو داریم. از نظر عملکرد سال جاری بنادر تجاری کشور با بالغ بر 112 میلیون تن تخلیه و بارگیری تا پایان بهمن ماه، خوشبختانه علارغم تمام تهدیداتی که متوجه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بود، میشه گفت که بنادرمون دستاورد خوب و مثبتی داشتن و از نظر رعایت نرم ها و جلوگیری از تحمیل دموراژ به کشتی ها هم در قالب بنادر و بیشتر انواع ترافیک ها دستاورد خوب و مثبتی وجود داشته. طرحهای توسعه ای به خوبی دنبال شدن و ما انتظار داریم از مهمترین دستاورد هامون در اوائل سال 1400 این باشه که بخش مهمی از فاز سوم پایانه کانتینری بندر شهید رجایی رو که قابلیت پذیرش کشتی های تا 18400 TEU رو خواهد داشت تکمیل و به بهره برداری برسونیم. همچنین اسکله های نفتی رو در بندر شهید رجایی، اینا مهمترین طرحهای توسعه بنادر کشور هستن و در همزمان ما به دنبال این هستیم که اراضی پسکرانه ای بندر شهید رجایی که تقریبا معادل تمام از نظر مساحت معادل مساحت فعلی بندر هست اضافه بشه به اماکن بندری، مخصوصا برای فعالیت های لوجستیکی و تولیدی و ارزش افزوده‌ای که گام مهمی است برای اینکه بندر ما به یک بندر نسل سومی ارتقا پیدا بکنه. و البته در کنار بندر شهید رجایی ما در بندر چابهار به دنبال تکمیل تجهیزات در سال آتی خواهیم بود، مخصوصا با بهره‌گیری از اپراتور بین المللی که در اون بندر طرف قرارداد هست، در واقع اپراتور خارجی که سرمایه گذاری در قالب قرارداد بیوتی خواهد داشت که بخشی از تجهیزاتش وارد شده و ما بقیه هم ان شاءالله به مرور به بندر منتقل میشه. در